سلام رفقا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من مهدی مهرابی هستم، به چنل خودتون خوش اومدید. توی این ویدیو میخوام یکی از پروژه هایی که اخیراً انجام دادم بهتون نشون بدم. یه قسمت هایشو اول نشون بدم از پروژه نهایی و بعد بریم روی مانیتور و نرم افزار افتر افکت نشون بدم که ما برای این پروژه چه پلان هایی تهیه کردیم و توی افتر افکت چه عملیاتی انجام شده تا نتیجه یه همچین چیزی شده. مثلا توی این پلان میبینیم که ما اینجا یک اصطلاحاً پورتال گیتی ایجاد کردیم و شخصی دستش از اینجا خارج میشه و داره یک آبجکتی المانی رو در واقع به اون شخص دیگه میده. حالا این پلان مشابه این پلان بازم داشتیم، پلان‌های مختلفی هست که این اتفاق توش داره میفته و این موزیک ویدیو یا حالا این ویدیویی که ما روش کار کردیم دو تا قسمت داشت. یکی این سمتی که الان شما میبینین دست از یک دنیای دیگه خارج شده و وارد این دنیا شده، داره چیزی رو، المانی رو داره تحویل شخص دیگه میده، و یک چیزی هم قبل از این داشتیم، یعنی یه سری پلان ها هست، اونم نشون میدم بهتون. یه سری تلویزیونه و اول اون شخص داره دستشو از فضای بیرون وارد تلویزیونه میکنه. عملا ما میخواستیم نشون بدیم که مثلا این اتفاق داره از بیرون میفته، میاد داخل تلویزیون، اون تلویزیون نقشه اون گیت رو بازی میکنه و بعد وارد این دنیا میشه. خب اول بریم سراغ همین مدل پلان ها توی این پروژمون. من اینجا این پروژه افتر افکتش، اینم قسمت فوتیجا، من این فوتیجا رو باز بکنم ببینیم برای یه همچین پلانی چیه تصویرهای ضبط شده. این تصویر اول یه دونه پلان خالیه که ما واقعا همین پلان خالی بهش میگیم. یه قسمت از این پلان به صورت خالی رکورد شده، تصویر یعنی دوربین روی سپایه است و هیچ چیزی تغییر نمیکنه. و ویدیو دوم همون پلان، یعنی همون قاب، دوربین روی سپایه، چیزی عوض نمیشه، فقط اینجا این دوتا شخص وارد شدن، یعنی اضافه شدن به تصویر من، و این شخص داره حالا دستش رو دراز میکنه و این بطری آبو مثلا به نفر دوم میده. من یه بار دیگه پلی بکنم ببینیم نتیجه رو. خب من اینجا یه دونه ویدیو اصلی رو دارم که اومدم اینجا به عنوان اون پلان اصلی، من اینو سولو کنم. اینجا اومده فقط این یکی استفاده شده، در طول ویدیو هم میبینین تغییری نداره. چرا؟ چون من اومدم اون رو گزینه تایم ریمپ رو واسش روشن کردم و توی این فریم در واقع فریز فریم براش ساختم. اوکی، ویدیو بعدی میاد، اینو من دوباره سولو بکنم، میاد ویدیویی میشه که این دوتا شخص توی تصویر وجود دارن و خب اون یکی داره بطری آبو به سمت اینکی دراز میکنه. با این اتفاق فقط تنها کاری که روش انجام شده اینه که اومدم ماسک کردم این تیکه رو، قسمتی که اون شخص اولیه وجود داره رو ماسک کردم که دیگه دیده نشه و بقیه تصویر رو داره. حالا این وقتی میاد ترکیب میشه با این تصویر زیریه که من فریز کرده بودم، یعنی یک پلانش رو استفاده کردم، میبینین که یه همپوشانی داره اینجا، کامل داره پر میکنه تصویر رو. تو این محلم حالا محل ماسک من مشخصه و این نکته هم که هست، ماسکایی که من روی اینا گذاشتم، من اینجا نشون بدم بهتون، از فدر استفاده کردم، یعنی شما میتونید یه مقداری فدر بهش اضافه بکنید که تصویر، یعنی اون لبه های ماسکتون نرم تر بشه. تصویر بعدی، یعنی لایه بعدی که من اینجا دارم و ازش استفاده کردم اینه که یه دونه لایه سالید اینجا باز کردم و روی اون با استفاده از پلاگین سیبر افکتش رو اضافه کردم و اینجا هم گزینه یو رو اگه بزنم میبینین یه مقداری کی فریم بهش دادیم. اینجا کوچیک‌تره، باز میشه و بعد به اندازه سایزی میشه که مثلا این دست بتونه ازش عبور بکنه. اینم از این. و نهایتا لایه بالایی که باز دوباره من نشون بدم، لایه بالایی مجددا همون ویدیویی که دوتا شخص روی تصویر وجود دارن، من این قسمتش رو ماسک کردم دقیقا محلی که میخوام اینجا دیده بشه، ماسکش کردم به همراه یک فدر که میبینین مثلا اینجا فدر 50 رو دادم به کارم. و داخل این لایه هم اگه برم همون ویدیو رو میبینیم با این تفاصیل که، یعنی من اینجا اومدم از افکت روتو براش استفاده کردم و این دستش رو روتو زدم.
اون موقع با اون ورژن افتر افکتی که من کار کردم فقط میتونستم از ورژن 2 روتو براش استفاده بکنم، اما الان میبینین که ورژن 3 هم اضافه شده و مطمئنا نتیجه بهتری میتونه بهم بده. و اینم بگم، این نکته رو بگم که هیچ کدوم از این تصویرها در واقع اصلاح نور و رنگ روشون انجام نشده، تصویرها تصویرهای خام هست. توی پروسه ساخت ویدیوها و جلوه های ویژه، اول ما روی ویدیوهای خام میایم هر عملیاتی از جلوه های ویژه داریم انجام میدیم بدون هیچ گونه افکت نور و رنگی، و مثلا من اینجا کار جلوه ویژه رو انجام دادم و کل این پلان ها رو تحویل میدم به نفر بعدی، مثلا به عنوان مثال به تدوینگر این پروژه، اون پلان ها رو پشت سر هم میچینه و بعد خودش اصلاح نور و رنگ رو روی کل پروژه انجام میده. پس ما نباید توی این مرحله هیچ گونه عملیات اصلاح رنگی روش انجام بدیم. یکی دیگه از این پروژه ها رو باز بکنم، یکی دیگه از این پلان ها رو، مثلا اینجا این پلان رو میخوام نشون بدم. خب توی این پلان هم یه چیزی مشابه اون یکی انجام شده، با این تفاوت که اینجا من اگه دوباره پلی بکنم میبینیم این پورتال گیت که اینجا من باز کردم با توجه به این حرکت دست کاراکترم مجبور میشم جابجاش بکنم، یعنی مقدار حالا جدا از اینکه بزرگتر میشه به سمت بالا میاد و برگردم قسمت فوتیج ها، یه دونه فوتیج خالی دارم اینجا و یه دونه فوتیج هم همین حرکت رو دارم که این شخص اینجا وجود داره. حالا یه مقدار میبینیم بدنش دیده میشه، یه مقدار این دستش زیادی داره دیده میشه و خب خیلی بهش نیاز ندارم. ما اومدم با استفاده از فتوشاپ یه دونه فریز فریم ساختم. اینجا هم اومدم این تکنیک رو امتحان کردم. من این نکته رو بهتون بگم، اونم این که توی انجام پروژه ها شما ممکنه تکنیک های مختلفی رو استفاده بکنید. کاری که من اینجا انجام دادم، تکنیک های مختلف، افکت های مختلف که حالا بعضیش اینجا نتیجهش دیده میشه، بعضی هم ممکنه انقدر اون پروژه رو تغییرش دادیم و پاکش کردیم دیگه اصلا وجود نداره. اما این نیستش که من بگم با این روش، با این تکنیک، با این پلاگین شما همه کار میتونی انجام بدی. خیلی وقتا توی مثلا پروژه هایی که داشتیم ما یه پیش بینی کردیم که مثلا از این تکنیک یا از این روش بیایم استفاده بکنیم، اما وقتی وارد مرحله ساخت میشی، وارد مرحله تولید میشی، توی عمل ممکنه تغییراتی ایجاد بشه، یعنی شما مجبور باشی روشت رو عوض بکنی، پلاگین رو عوض بکنی، نرم افزار رو عوض بکنی یا هر چیز دیگه، ممکنه روش‌های مختلفی رو امتحان بکنی تا بهترین نتیجه رو اونجا داشته باشی. اینجا هم همین اتفاق افتاده. من یه جا از یه تکنیک فریز فریم استفاده کردم، توی یکی از پلان‌های دیگه‌ش مثلا از تکنیک دیگه استفاده کردم. حالا بریم روی مانیتور باز نشون بدم که توی این قسمت، توی این پلان چی کار کردم. کاری که من اینجا انجام دادم، یه دونه ویدیو اصلی دارم که همون ویدیویی که اینجا دست داره وارد میشه دیدیم با هم دیگه داشتیم. یه دونه لایه بک‌گراند اینجا ساختم، گفتم فریز فریم رو اینجا اومدم مثلا با فتوشاپ آمادش کردم، یک تصویر رو، یک فریم رو اینجا آوردم، یه ماسکی روش گذاشتم که تا اینجا بیشتر دیده نشه، از مدل نرمی لبه های ماسک همچنان مشخصی که از فدر استفاده کردم، اینجا فدر رو روی 80 گذاشتم، مقدار نسبتا زیادیه ولی خب این بستگی به اون پلان و پروژه شما داره دیگه. مجددا این وایت سالید رو داریم که افکت سیبر روش اضافه شده و نهایتا این در واقع همون دست اون کاراکتر منه که داره وارد تصویر میشه و میخواد مثلا از این پورتال گیت رد بشه و بیاد اینجا این کفش رو تحویل این بچه بده. توی اون در واقع پلان قبلی شما دیدین من اومدم از روتوبراش استفاده کردم، از روتوبراش خود افتر افکت، اما مثلا اینجا گفتم روش های متفاوتی رو تست میکنیم بعضی وقتا، تو این یکی اومدم از همون تکنیک روتوبراش اما با استفاده از نرم افزار یا پلاگین موکاپو رو اومدم انجامش دادم. اگر این محتوا رو دوست داشتین خیلی خوشحال میشم که لایک بکنید، شاید این لایک کردن شما خیلی خیلی به من دلگرمی میده و کمک میکنه که بتونم ویدیوهای بیشتری تو این زمینه بسازم. میایم اینجا با استفاده از این ابزارها XSP-Line که وجود داره اینجا رو انتخاب میکنم، عملیات ترک رو انجام میدم و اون رو به صورت یه دونه ماسک میام خروجی میگیرم و روی لایه خودم اضافهش میکنم. الان من اگه روی این لایه از رنگا که مشخص اینجا دوتا ماسک داره، قسمت ماسکا رو باز بکنم میبینین که حالا جدا از این کی فریم هایی که اینجا هست دوتا ماسک مختلفه، یه دونه ماسک زرد رنگ، یه دونه ماسک سبز رنگ، که نتیجه میشه این تصویر دست من که اصطلاحاً عملیات روتوبراش روش انجام شده و از بک‌گراندش جدا شده. ترکیب اینها یه همچین تصویری رو می‌سازه. و اینجا برای این وایت سالیده
حالا مثل اون یکی قبلی که دیدین یه جا تصویر ثابت بود، ولی توی این یکی همونطور که دیدین من گفتم جابجا میشه. اینجا اومدم یه سری کیفریم واسه ماسک پسش گذاشتم که بتونه در طول این ویدیو اینجوری حرکت بکنه با سایز و جایی که این محل قرارگیر دست تغییر داره یه مقدار همراه تر بشه با این کیفریم ها و نهایتا اینجا بسته میشه دیگه. این دوتا پلان رو دیدیم، چون روش های متفاوتی روش انجام شده بود دوست داشتم این دوتا رو نشون بدم. بریم به اون پلان های دیگه که من گفتم اونجا اومدیم از پلان هایی استفاده کردیم که در واقع دست وارد یک تلویزیون میشه و المانی رو انگار وارد تلویزیون میکنه. حالا اونجا هم چون روشش یه مقدار تو تصویر برداری متفاوته دوست دارم اونجا رو بهتون نشون بدم. یکی از اون پلان ها رو اول برم قسمت فوتیجش. با این یکی کاری ندارم چون یه پلانی بود که اول انتخاب شده بود، حالا نشونش بدم بهتون و بعدن برای پلان دیگه ای ازش استفاده کردیم. این دوتا پلان رو فهم کنم اینجا استفاده کرده بودیم باش کار دارم. یه دونه تصویر این دسته که داره وارد این قاب میشه و مثلا از تلویزیون چیزی رو داره خارج میکنه، یعنی داره چیزی رو وارد تلویزیون میکنه عملا، و یه دونه هم تصویره که این اصطلاحاً همون پلان خالی ما میشه، همون تلویزیون است، یعنی همون قابه که اینجا تلویزیون وجود داره. کاری که انجام شده اینه که یه بار این تصویر دستو من با استفاده از تکنیک روتوبراش جدا کردم. الان اگه این کامپوزیشن رو من باز بکنم میبینید این تصویره که اینجا جدا شده و اینجا هم از افکت روتوبراش خود افتر افکت کمک گرفتم، اینجا داره فقط این تصویر رو جدا کردم. اوکی. یکی هم تصویر بک‌گراند منه که حالا الان از همین تصویر جدیده استفاده کردم، یعنی گفتم یه بار ما می‌خواستیم از این یکی استفاده بکنیم دیدیم مناسبش نیست، اومدیم از تصویر جدیدمون استفاده کردیم که همون قابه، یعنی دوربین روی سپای قرار داره، فقط تلویزیونه رو سر جاش گذاشتیم. پس اینجا بک‌گراندمو دارم، اینجا اون افکت سیبر رو دارم که اینجا داره کار میکنه و نهایتا این یکی. اینجا هم یه دونه لایه به عنوان فرکتال نویز اضافه کردم که داخلش فقط یه دونه سالید تنهاست، افکت فرکتال نویز روش اضافه شده. این لایه یعنی تصویر این دست من ترک مت شده توی این قسمت، یعنی ما بهش گفتیم اینجا نشون داده بشه و بعد از این قسمت ماسک دیگه نشون داده نشه، چون مثلا میخواد وارد تلویزیون بشه. افکت فرکتال نویز هم اضافه کردیم برای اینکه فقط ماسکمون به صورت خیلی خطی و ساده نباشه، یه مقدار لبه های داره نویز و اوجاج داشته باشم که بتونم ازش نتیجه بهتری بگیرم. خب من یه دونه دیگه از پلانه این پروژه رو باز بکنم. حالا مثلا بیام تو این یکی. اوکی. اینم یه پلانه دیگه، همشون مشابه همن، یعنی تفاوتی نمیکنه، ولی من مثلا میخوام دو تا پروژه رو به شما نشون بدم، دو تا از پلانا رو. اینجا هم همون اتفاق افتاده کاملا، یعنی این افکت وجود داره، این قسمت رو من ماسک کردم، گفتم دیگه داخل این قسمت دیگه نشون داده نشه، بک‌گراند وجود داره که تلویزیون سر جاش هست، این افکت هم رو دارم که خب روش کیفریم هایی گذاشتم برای ماسک پسش، و نهایتا قسمت خود دست که اومدم اینجا روتوبراش کردم که اینجا باز مجددن عملیات روتوبراش رو من با نرم افزار موکاپو رو انجامش دادم، یعنی یکی این قسمت دور تا دور رو انتخاب کردم، یکی این قسمت وسط رو انتخاب کردم که این رو به عنوان ماسک منفی انتخاب کردم که ازش حذف بشه. اینجا هم اگه ماسک بزنم شما می‌بینید دو تا ماسک اینجا وجود داره، یه دونش روی اد قرار داره، یعنی همون آبیه که کل این سوژه رو در واقع انتخابش کردم، و یه دونه هم ماسک سبز رنگمه که روی سابتراکت گذاشتم که اونو در واقع کم بکنم از اون قسمت وسط. این وسط اون سپایه است که داره اینو از اون یکی کم میکنه و نتیجه خروجی رو که دیدیم با هم دیگه، اینم میشه خروجی این پلان. خب اینم بود از یک بریکدان خیلی ساده و دم دستی و سریع از این پروژه که من انجامش دادم، دوست داشتم اونو با شما به اشتراک بذارم.
اگه نظری دارین برام بنویسین، اگر خوب بود، اگر بد بود، راه های بهتری اگر سراغ دارین یا یه جایی که میتونه حتی به من و بقیه دوستا کمک بکنه که چیز بیشتری یاد بگیریم، لطفاً دریغ نکنین توی قسمت کامنت ها بنویسین، سوالاتتون رو توی قسمت کامنت بنویسین، حتما جواب میدم. و اگر کلن به این محتوا علاقه دارین، خوشحال میشم کانالم رو سابسکرایب بکنید که ویدیوهای بیشتری براتون بتونم منتشر بکنم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. موفق باشید. خدا نگهدار.